اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. عاشق آفتاب ایران بود، از دل و جان رفیق یاران بود. نیمه شبها به یاد شام وطن، بامدادان دلش پریشان بود. جد او مؤتمن به خاک وطن، پدرش در صف دلیران بود. آن زمانی که در وزارت بود، گه سفارت نشینه شاهان بود. گرچه نامش به زاهدان ره داشت، چشم‌ها سوی گلعذاران بود. سالها در پی سیاست بود، پی او حرف‌ها فراوان بود. جای او خانه پر از گل سرخ، اردشیری بهار خانان بود. رفت و یادش به سینه‌ها باقیست، همه عمرش ز سرفرازان بود. علیرضا نوری‌زاده. جمعه 19 نوامبر 28 آبان ماه به شما سلام میکنم. واقعا خودم آزردم از اینکه هر روز رفتن یکی از عزیزانمون رو به اطلاع شما برسونم. در واقع گزیری هم نیست، زندگی است، برای همه بوده، برای همه ما هم خواهد بود. اما انسان‌هایی هستند که واقعا وقتی میرن تمام وجودت برای رفتنشون میگرید، دلت در اندیشه اوناست. ای داد من دیگه نمیرم ویلای روز، نمیرم اردشیر خانو ببینم دیگه. اون چراغی که به روشنی چه بگم 90 سال بود، اون چراغ دیگه روشن نخواهد شد. خیلی سنگینه، یعنی واقعا وقتی رفتم باش گفتگو کردم، گویی که نظر تکنیکی اشکالاتی بود، ولی حرفاش همیشه شنیدنی. آدم بسیار شجاعی، 93 یا 4 سال عمر کرد، در برهه‌های مختلف تاریخ محمد رضا شاه رو بسیار دوست داشت. دامادش بود، بعد با شاهزاده شهناز، شاهتخت شهناز جدا شد، ولی این روابط عاشقانه با شاه ادامه پیدا کرد. عاشقانه دوستش داشت و تنها گلهش این بود چرا شاه تیپا نزده. رسما به من گفت این مردک سولیوان و آنتونی پارسونز رو از کشور بندازه بیرون. این دوتا باعث شدن که مملکتمون به این روز بیفته. شاهی زنگ زد با چشمان گریان. اردشیر خان مثل در واقع پدر، برادر بزرگ شاهید، با پدرش مرحوم شاهید مدیر روزنامه جوان مردان خیلی دوست بود. در اون روزهای سختی که اردشیر خان اینجا و آنجا میرفته پنهان بوده، پدر شاهید خیلی به او محبت کرده بود. و بعدم روزنامه‌ای که در وردن، خب اون روزنامه از پدر ایشون بسیار ستایش کرد. هیچ وقت اردشی یادش نرفت. یه روز به من تلفن زد، گفت آقا از فلانی چه خبر؟ یکی از ستونهای روزنامه اطلاعات بود که به هر حال گرفتن اذیتش کردن بی دلیل، در حالی که دیرسالی بود قلم رو کنار گذاشته بود ولی اذیتش کردن. گفت ازش چه خبر داری؟ گفتم دیروز با علی باستانی صحبت میکردم،
به من گفت حالش خوب نیست. خیلی متاثر شد و میدونم راهی پیدا کرد و با او صحبت کرد. یا یه مورد دیگه که اووردش به ژنو، معالجه کاملش کرد و با دعای خیر به وطن باز کرد. همین چند وقت پیش به شاهید گفته بود آقا من یک نذری دارم باید ادا کنم. شاهید با چند نفر از جمله با منم صحبت کرد و به هر حال دو تن در ایران بودن که مبتلا به بیماری سرطان بودن و وضع بدی هم داشت. شاهید اطلاع داد و هر حال اونا ایشونم کارشو انجام داد و بعد اون دو انسان چه پیامی فرستادن. وقتی گوش میکرد میگریست. بسیار آدم جالبی بود. شما وقتی پلوش نیسته بودید هرگز خسته نمی شد. من رفتم پیشش، خیلی جالب بود و دختر اسکندر میرزا و مادرش، دختر امیر تیمور که زن اسکندر میرزا رئیس جمهوری اول پاکستان شده بود اونجا بود. خیلی اردشیرها رو دوست داشتن و همینطور با دخترش. نشستیم گپ زدیم از گذشته ها، از خود اسکندر میرزا، از خاندان امیر تیمور. یعنی شما وقتی در خانه ایشون عکس هاشو میدیدی شگفتی زده میشد. یه کار بزرگ که کرد دادن این اسناد به دکتر عباس میلانی بود که بسیار ارجیش خان دوستش داشت، بسیار بهش احترام میذاشت و او رو یک وطن پرست واقعی میدید. روان شاد باز هم درباره او خواهیم گفت. مردی به اون بزرگی نمیشه همینجوری ازش گذشت، عبور کرد. واقعا روانش شاد و نامش پایدار باد که عاشق ایران بود. در همین ماجرای اتمی، پرونده اتمی، به شدت از حصار و محاصره و غیره مخالفت میکرد و حتی مقالاتی نوشت، در روزنامه‌های بزرگ جهان چاپ کرد. حمید خان آصفی عزیزم، درود بر تو و ممنون که در برنامه ما هستی. سلام دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و بینندگان محترم. راجع به ارتش خوزایدی خودت چی فکر میکنی؟ یعنی الان شنیدی خبر رو، چی بود برات؟ خب آیدگه، بعد از انقلاب در بین روشنفکران ضد سلطنت و آنانی که حالا با رژیم شاه درگیر بودن، متاسفانه یک قضاوت که هنوز هم ادامه داره، یک قضاوت بسیار سیاست زده که هر آنچه که کار رژیم شاه انجام داده، هر اقدامی که کرده، این در راستای مثلا منافع امپریالیسم بوده، منافع طبقاتی رأس حکومت بوده و اصلا تمام سیاست ها رو مردود می کنن. در حالی که خودتون عنایت دارید که بعد از حالا بقای سال 32 به این بر و کم رفتن زندگی مرحوم دکتر مصدق، بسیاری از برنامه هایی که در دوره مصدق بسته های نهادی که بودن، توسط این تکنوکرات ها و مدیرانی که گرد رژیم شاه آمده بودن پیاده شد. بله. بحث اصلاحات ارضی، بحث به هر حال این جریان وقایع 15 خرداد که می‌خواستن آقای خمینی با آزادی زنان، رأی دادن زنان مخالف بود، و اقداماتی که در دوره اون جهانی که استراتژی جایگزینی استراتژی واردات بود و باید صنایعی رو به وجود می‌آوردن، یه بسته‌های نهادی بسیار خوبی، بیمه‌های اجتماعی. در خصوص کلن خاندان پهلوی، علاوه که من خودم حالا جمهوری خواهم، مدافع جمهوری هستم، ولی واقعیت اینه که وقتی ما در قیاس بین حکومت جمهوری اسلامی و دوران پهلوی میریم، میبینیم به مراتب اینا ایرانگراتر بودن، بیشتر منافع ملی رو لحاظ میکردن. بسته های نهادی و اجرایی برای برنامه های متعدد توسعه که 5 برنامه ظاهرن طول میکشه، یعنی مورد تایید صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و جزء اسناد بین المللیه، و افراد بزرگی مثل آقای عالی خانی، مثل آقای باهری،
که آیه ارسنجانی اینها کسایی بودن که واقعا خب میخواستن برای کشور کاری بکنن، خدمت بکنن. حالا من وارد بحث سیاسی حکومت پهلوی نمیشم. این آقای زاهدی هم در این اواخر که گاهن بنده مصاحبه‌ای رو ازش گوش میدادم، حالا جدا از نقدی که به حکمرانی نظام پهلوی داشت، انتقاداتی که میکرد و اینکه میشد جلوی این فاجعه اسلام سیاسی که در ایران اومده چجوری میتونست جلوش بگیره، ایشون به شدت خب ایرانگرا بود، به شدت ایران دوست بود و خیلی دوستاش بیاد در ایران، یعنی شاید حداقل خواسته ای که داشت به نظر میومد که فقط دوست داره بیاد ایران دفن بشه. باید بر جهت امیدواریم که خاطرات ایشون رو ضبط کرده باشن، خاطرات ایشون رو پیاده کرده باشن و به عنوان یک گنجینه ای از درس سیاسی و درس تاریخ نسل جوان امروز باشه و خیلی از چهره ها و شخصیت ها هم باید گذاشت که تاریخ قضاوت خودش رو بکنه. در این حال من دقیقاً این نکته بسیار حرف مهمی است که زدی که تاریخ قضاوت خودش رو میکنه. ببین ارزش خان 3 کتاب خاطرات رو در بود 3 و 1 به انگلیسی، 2 به انگلیسی و اسناد و مدارک و همینطور صدها سند رو در اختیار دکتر میلانی گذاشته در اون دانشگاه و تشکیلاتی که دکتر میلانی درست کرد. من یه نکته رو بگم، خیلی به حرف خوبی اشاره کردی. ما الان روی قضاوت‌های سیاسی راجع به افراد ننشستیم با هم قضاوت سیاسی بکنیم. زمان گذشته، تاریخ تغییر کرده، چه بسا اگر دولت‌های خارجی انگولک نمی‌کردن رابطه شاه و دکتر مصدق ادامه پیدا می‌کرد. شاه مصدق رو دوست داشت و بارها نشون داد به او احترام می‌گذاره و حتی فرمان عزل نخست وزیری رو مدت حاضر نبود امضا کنه. بنابراین این دو میتونستن با هم کنار بیان. حالا لعنت به اون سیاست‌های استعماری که اتفاقاً اردشیر خان به شدت باش مخالف بود و اصولاً بیگانه رو در وجه اینکه فرمان بده بخواد سیاست ما رو تعیین کنه متنفر بود ازش. من دیده بودم، حتی برخوردش رو با اونا دیده بود. یه بار یکی از این گروگان‌ها اومده بود پیشش، در اونجا ما مشاهده کردیم که چطور با او صحبت میکرد. به هر روی غرض من این است که آقای آصفی عزیزم، اصلاحات ارضی رو گفتی، فکر کن سپاه دانش، سپاه بهداشت. خیلی از بچه های نسل من دوران سربازیشون رو در این سپاه ها گذروندن، چه تجربه های عالی به دست آوردن و چقدر کمک کردن. شما سپاه دانش در دورترین روستاها آموزگار بود برای بچه های روستاییان و بزرگان روستاییان، صبح برای بچه ها، بعد از ظهر برای بزرگان. سپاه بهداشت که براشون حمام درست کرد، براشون غسال خونه حتی درست کرد. سپاه عدل، سپاه کشاورزی، سهم کردن کارگران در سود کارخانجات، این کار بزرگی بود، خیلی کار بزرگی بود. این 7 که همینجوری زیادم شد، هیچ وقت یادم نمیره که اشاره کردی به دکتر علی خانی و باهری و خیلی های دیگه که در اون برهه، دکتر نهاوندی، پروفسور رضا، که اینا واقعا خدمتگزاران صدیق مردم بود. حالا برگردیم به امروز. ما گذشته رو که گفتی ثبت در تاریخ و تاریخ قضاوت خواهد. سوال من عزیزی، این داستان محدودیت فضای مجازی دوباره اینا میخوان چیکار بکنن؟ آیا گمان میکنن که میتونن فضای مجازی رو دیوار بکشن؟ واقعا اینا چی فکر میکنن؟ از هوش بچه‌های ما غافلن؟ از فیلتر شکن‌ها غافلن؟ اینا چی فکر میکنن؟ حمید عزیز، قرائت دارید که آقای خامنه‌ای جدیداً چینش این شورای انقلاب فرهنگی رو
مجددا ترمیم کرد و یه عده‌ای رو از قطار پیاده مثل آقای عارف و آقای زرقامی اینا. و در پیامش میگه که سازماندهی فرهنگ و دانش و اون فرهنگ اسلامی. خب یه زمانی شورای انقلاب فرهنگی در دهه 60 حالا یه سری افراد حوزوی بودن، دانشگاهی هم به یک نوعی بودن و غیر قانونی آقای خمینی اینو تأسیس کرد و بعد میراث به آقای خامنه‌ای رسیده. به هر حال یه جایی سیاست گذاری میکردن، البته نه به نفع آزادی و به نفع رشد فرهنگ جامعه، بلکه برای بسته کردن یا به قول خودشون اسلامیزه کردن فرهنگ ایران. در کنار این تحول میره که دیگه نقشی یعنی واقعا این شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا دیگه نقشی نداره و الان دیگه این چهره هایی که حالا قبلا یه مقدار میگن چهره های دانشگاهی بودن، اینا هم یواش یواش دارن میان پایین و به زودی شما بیشتر الان چهره های حوزوی هستن و به زودی میکنه مداهار هم آقای خامنه‌ای بفرسته اونجا. در کنار این مسئله شما میبینید یک طرحی در مجلس اومده که این طرح متاسفانه یک قانونی هست در قانون مجلس که یک کمیسیون به طور مستقل میتواند طرحی رو تصویب کنه بدون اینکه در فهم مجلس برای رأی گیری بیاره، مستقیم بده شورای نگهبان تایید کنه. آقایون اومدن یک همچین طرحی رو مثل اون طرح کنترل جمعیت در بخش فضای مجازی روزانه در مجلس با شورای نگهبان در تعاملن که این بند چیکار کنیم اون بند چیکار کنیم، که دیگه وقتی اومد شما یک راست تصویب بکنید. اصلا یک امر بی سابقه که اصلا در تاریخ حداقل قانونگذاری جمهوری اسلامی این مسئله اینقدر هویدا نبوده، به این شکل اصلا نبوده که یک کمیسیون روزانه عضوهای شورای نگهبان بیاره و جلسه بذاره و ما چجوری این رو باید بنویسیم. یعنی شأنیتی برای مجلس نیست و احساس میکنه که اعتباری هم نداره، اصلا نیازی هم که به اعتبار نداره. این شورا قراره که کلن وزارت ارتباطات بره کنار، یک نهاد جدید خارج از دولت و زیر نظر مستقیم رهبری آقای خامنه‌ای این شورای ساماندهی فضای مجازی رو شکل بدن. بودجه کلان و چهره‌های نظامی، امنیتی، حوزوی، سپاهی، اینها پهنای باند رو کنترل کنن، کدوم پیام رسان رو باید فیلتر بکنن، کجا باید خاموش بکنن، و وزارت ارتباطات فقط زیرساخت بهش میده و تحت فرمانه. و اینجاست که یه آدم بی سوادی مثل آقای رئیسی که با شش کلاس سواد اومده شده کردنش رئیس جمهور ایران، اینقدر حداقل از اون نهادهای زیر مجموعه خودش اینقدر شجاعت نداره که بگه در هر حال یه وزارتخونه تحت چیز هیئت دولت، تحت نظر هیئت دولت باشه و باید نظر بده و باید نقش اصلی رو اونجا بازی بکنه. مطلقا سمون بکنن امید هیچ گذاشته، این کمیسیون داره کارش انجام میده، یه نهادی خارج از دولت درست میشه در رابطه با پهنای باند، در رابطه با کنترل اینترنت، کنترل پیامرسان ها و هر اون چی که فکر میکنم و بستنش، اونها باید تصمیم گیری بکنه و وزارت ارتباطات فقط اونجا گوش به فرمانه که هر چی که اونها گفتن این بیاد این چیز کنه. یعنی یه کاری خلاف قانون اساسی، همین قانون اساسی موجود خودشون، خلاف اصلا خود قوانین داخلی مجلس و یک بدعت جدیدی گذاشتن. فکر میکنن مثلا میتوانند دغدغه های آقای خامنه‌ای رو یه جوری جمع بکنن، در حالی که ما منطقه فضای مجازی و جامعه غیر از جامعه جنبشی، یک اصطلاح دیگه هم سعید مدنی عزیزم میگه که جامعه شبکه‌ای، جامعه شبکه‌ای در ایران شکل گرفته. به زودی هم خودتون یعنی این شبکه‌های اجتماعی هستن که الان داره موجه جزو مناطق آزاده و به زودی هم که اینترنت ماهواره‌ای بیاد آقایون میخوان چیکار بکنن؟ یه مدت حالا آزار اذیت بکنن، ولی به هر حال راه بریز از فیلترینگ رو مردم خوب یاد گرفتن و به زودی هم ماهواره‌های اینترنتی خواهد آمد. این مسئله مثل جریان حجاب که جزء منطقه آزاده، مثل سبک‌های دیگه از زندگی که جزء منطقه آزاده، مثل شادی‌های مردم که به شکل متفاوتی تو عرصه جامعه جزء اینا مناطق آزاده، حجاب جزء منطقه آزاده، شبکه‌های اجتماعی جزء منطقه آزاده، جمهوری اسلامی از دستش
رفته و الان اینها فقط بر همون سیستم تکپایه‌ای و با سرنیزه و اینکه حالا فکر کنند از طریق صدا سیما و از طریق کنترل فضای مجازی میتوانند این جامعه جنبشی ایران رو و این جامعه جوان رو اسیر خودشون بکنن. عزیز خیلی جالبه برات بگم با اشاره به گسترش همین شبکه‌های مجازی که میگی، من واقعا در حیرتم از کلاب هاوس. یعنی شما در کلاب هاوس روزانه ده‌ها بلکه صدها اتاق فعالن و نگاهی به تعداد این افراد بکن، یعنی در یه جا 15 نفره، در یه جا 3000 نفر. من خودم که یه اتاق روز یک شنبه ها 12 ظهر به وقت لندن 3:30 ایران، دوستانی هستن پیام فضلی و یارانش، من میهمانشونم، من تعداد رو میبینم و بعد بار هوشمندی نسل جوان اصلا منو به حیرت میندازه. نوع سوالها، نوع پرسش ها که اصلا با سوال ها و پرسش هایی که نسل ما، شاید نسل شما هم گرفتارش بود، داشتیم اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا بچه های روشنی. حالا اینا اون وقت میخواین اینا رو ببندن، جلو فضا رو بگیرن. یه نکته هم برای من جالبه، مجلس رو یه دست کردن و گفتن دیگه مال خودمونه دیگه، 90 تا سپاهی و بقیه هم که از امنیتی و از خودمون. ولی در همین مجلس هم صدای بعضی در میاد، مثل آقای احمدی بیغش که به همین آقای رئیسی گفت بی سواد برو 3 تا آدم بیار که دوتخاتو بنویسن یادت بدن. و میشنویم همین دوتا وزیری رو که مجلس رد کرد. حالا این سومی رو میخوام از شما برسم که آقای نوری کیه و از کجا آمده و چه صلاحیتی برای آموزش پرورش داره، وزارتخونه مهمی که خود این مدرسی ها بسیارشون آموزگار بودن، دبیر بودن و با این ترتیب وزارت براشون مهمه. اینجا میخوام از شما سوال کنم، این واکنش مجلس آیا صرفاً معلول دستبندی بود یا نه واقعا مجلسی ها خجالت کشیدن این دوتا وزیر رو تایید کنن با جناق آقای زاکانی و اون یکی، و بعد اینکه مجلسی ها وزرای دیگری رو که کم و بیش مثل اینا بودن یا اون دزد بزرگ رستم قاسمی رو اینا رو تایید کردن، قصه چی بود؟ خب وزارت آموزش پرورش یک حدود 1,100,000 معلم داره که این معلم ها یک جنبش سراسری رو در ایران دارن طی میکنن، سپری میکنن. بحث حقوقشون هست، بحث رتبه بندی هست و بحث حتی این بار دیگه رفتن روی خود متون آموزشی. بنابراین هر وزیری که میخواد بیاد اینجا، اگر حمایت معلمین یا سکوت معلمین رو نداشته باشه، مجلسی که میدونه که یک معلم اتصال اجتماعی داره چه با شاگرداش و خانواده هاشون و این خیلی مهمه، یعنی شما یک در جنبش کارگری یک کارگر خانوادهش هست و همکاران خودش، ولی یعنی اونا در یه محیط چیزتر، ولی یه معلم حداقل میکنه با 50-60 نفر از شاگردا و خانواده هاشون 100 نفر اتصال اجتماعی داشته باشه. درست. اینا در حوزه انتخابیه. به هر حال همین مجلس در پیتی، همین مجلس ولایی، اینا باید رأی رو بگیرن. برای همینه میان که عرض 4200 تومانی رو که خود دولت میتواند از طریق مصوبه بودجه بیاد اختیاری این کار رو بکنه، حذف بکنه، منتها میده به مجلس که مجلس رو درگیر کنه. مجلس هم نه بر مبنای یک مطالعه کارشناسی که بگه این تورم ایجاد میکنه، این اچار فرودست و فرودستر میکنه، نه خب میکنه البته، ولی به خاطر اینکه اینو تو گردن خودش نندازه از دولت رد میکنه و میگه خودت با انجام بده، به دلیل اینکه میخواد در یک سال آینده دوباره رأی بگیرن همینا، با همین رأی 10% که اومدن مجلس. در رابطه با وزارت آموزش پرورش خب اعتراضات گسترده‌ای شده بود به همین وزیری که قبلا رد شد، چند روز پیش رد شد. ایشون اول دکترا گرفته از یک حالا مرکز ما نمی‌دونیم، بعد اومده لیسانس گرفته، لیسانسش هم 8 ترم گذشته،
تا تونسته لیسانس بگیر. ما مثلا با یه پدیده های عجیبی آدم مواجه میشه در جمهوری اسلامی. آقا شما دکترات از کجا گرفتی؟ بعد چرا بیا ایران لیسانس میخوایی بگیری؟ از لیسانس میرم به فوق لیسانس میرم به دکترا. نه معکوس. و در این حال یک روز هم در آموزش پرورش سمتی نداشته و موج گسترده مخالفت معلمین هم بود و مجلس رأی نداد. حالا رأی نداد این که میاد میگه داماد سالاری، فامیل سالاری، اینا وجود داره، ولی آقای دکتر توی سیستمی که در یک کاست بسته هیچ کدام از فرزندان خوشفکر مردم نمیتوانند مناسب مدیریتی رو بگیرن، چه فرقی داره حالا میخواد داماد زاکانی باشه، داماد مثلا فلانی باشه؟ کاست بسته است. بی‌عدالتی اداری، بی‌عدالتی استخدامی اجازه نمیده نیروهای خوشفکر و نیروهای نخبه جامعه و مردم از بستر استراب جامعه بلند میشن و مستقلن، اینها رو اجازه نمیدن بیان روش بده. این سیستم بسته است از همون اول انقلاب. بنابراین خیلی علاوه سر این مسئله فامیل سالاری، داماد سالاری، نه این دامادم نیاد توی اون سیستم، نیاد توی اون وزارتونه، نهایتش چه کار کنه؟ میره شرکت خصوصی میزنه، رانت ها رو از اونجا میگیره. خیلی مهم نیست کسی که وابستگی داره فرض کن به آقای زاکانی، اگر حالا نتونه بیارش مثلا در یک جایی وزیر بشه، خب میره یه شرکت خصوصی میزنه و رانت های خودش رو میگیره. آقای آصفی عزیزم، باور کن به عنوان یک ایرانی که عاشق اون وطنه، باور کن در خودم اشک میریزم وقتی میبینم سطح این مسئولان به جایی رسیده که وقتی طرف بله مثلا میخواد نشون بده چقدر مردمیه. هادی خورسندی یک شعر گفته بود برای شهردار کجا بود، پابرنه نشسته بود، یه تیکه نوسنگک جلوش گذاشته بود با یه تیکه پنیر روی یه زیلوی تیکه پاره. وقت بعد همین آقا در دبی خونه داره، گفتن تصمیم داره در ترکیه هم بخره، و رفتار اینا رو که شما میبینید باور کن، باور کن، به شرافت سوگند میخورم که تمام اینا آدم هایی هستن که ذره عشق وطن در دلشون نیست، به ایران به عنوان یک کشور اشغال شده نگاه میکنن و چون میدونن فرصتشون کوتاهه میگن هرچه ممکنه بچاپن. و الا چرا باید با جناق زاکانی بیاد بشه؟ چقدر به زاکانی دارید وام میدید؟ چقدر دارید بهش امتیاز میدید به خاطر اینکه جلو آقای رئیسی تصدیق شیشی رفته کنار؟ خب اونجا مهرعلی زاده بود، خیلی از زاکانی از بقیهشون اعتبار حداقل عمل کار سابقه بیشتر داشت. یعنی این بار حاکمیت مثل که داره دهنکجی به مردم میکنه، میگه نگاه کنی همه عمله ها رو میارم وزیر میکنم، دزدا رو میارم وزیر میکنم برای که به شما ملت بگم من حاکمم، من امپراتورم، من ایران رو تسخیر کردم و تا امام زمانمونم بیاد نشستم سر جام، بعدم میدم آقازادم. من واقعا متاسفم برای انسانهای فریخته مثل شماها که این درد رو در دل دارید، متاسفم و واقعا امیدوارم هرچه زودتر کشور ما از این مصیبت نجات پیدا کنه، چون بسیار بسیار خطرناک. آقای عزیزم حمید خان آصفی، این زجموره دوباره اصلاح طلبان چیه؟ اینا که دیگه آبرو ندارن جلو مردم، دوباره اومدن واسه دبیر کل عوض میکنن. مثلا آقای کرباسچی میره، آقای مرعشی میاد، پسرموی خانم آقای رفسنجانی. آقای مرعشی ماشاءالله فیلش هم به هندوستان برده، شرکت هوایی داره، نمیدونم مولل موحدین داره، چه تشکیلات رو زندگی، خب عشق هم داره میکنه. ولی مثلا جای مرعشی اون اومده در این حاکمیت جایی خواهد داشت، نقش خواهد داشت؟ آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت یه سرش بکنه. نظر شما چیه راجع به حرفش؟ در انتخابات 1400 جریان اصلاح طلبی هم شکست مطلق اخلاقی خورد، هم شکست مطلق تشکیلاتی خورد، هم شکست مطلق سیاسی. و اینها چون به هر حال نگاه رفرمیستی دارن، نهایتش اینه میگه که این
ببوهایی که سر کار هستن اینقدر کار خراب میکنن و عرصه رو با آقای خامنه ای تنگ میکنن، کشور میخواد با کله بخوره زمین. این تحلیل واقعا دارن. و حالا بعدش میان سراغ ما که کار بلد هستیم. یعنی امر سیاسی رو چنان به ابتذال کشوندن که کشوندنش فقط در حد کمپینرهای انتخاباتی، این کمپینرهای انتخاباتی که حالا در بیاد یا در نیاد. خب در این حمایتی که آقای خاتمی کرد، به یک میگه آقای کروبی رو بردن، احزاب اصلاح طلب و خبری در راه هست، نتونستن 200,000 رای برای آقای همتی جمع کنن. آقای همتی رای خودش همون 2300 بود، حالا 200 بود، حالا اینا 200 آوردن مثلا روش 200 خورده ای. بنابراین اینها اساسا هیچ گونه، میگه یارو طرف به ده راشته میده سراغ کنه این قدقدار میگیره. آقا شما چه کاره هستید که میاد مثلا میگید که بله باید چیز شه، باید برجام حل بشه، مسائل جهانی باید حل بشه. خب شما توی مسائل اصلی خودتون، جایگاه اجتماعی خودتون چنان دچار فروش اجتماعی شدی و چنان دچار چیز شد که حداقل یک سال زمان میبره. آقا این چه سیاستیه که شما شکست انتخاباتی میخورید، دبیرکل سر جاشه، خاتمی سر جاشه، بنیاد باران سر جاشه، آدم ها همه سر جاشه، انگار نه انگار که اعتمادی از دست دادن. و اجازه بده همین جان ما باید این درنگ کوتاه رو انجام بدیم، بعد برمیگردم خدمتت و صحبتمون رو ادامه میدیم. با ما باشید. با درود دوباره و درود به راستین عزیزم، چه جوان نازنین، چقدر خوشم به دست داشت. منتها متاسفانه در لس آنجلس اگه شما پول نداشته باشید براتون آهنگ نمیسازن، شعر نمیگن و پخش نمیکنن. ولی فوق‌العاده انسان، انسان روشنفکر، انسان فهمیده و عاشق ایران. این جوانایی که من خیلی دوستشون دارم. خب عزیزم برگردیم همین جان به گپ و گفتمون. سوالی که ازت داشتم اینه که آقای چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میاد ایران بعد از اون بحرانی که وجود داشت و ظاهراً قراره یه هیئت هم از امارات بیاد که اینا یه جاده میخوان ترتیبش بدن ترانزیتی از شارجه به ترکیه که کالا رد و بدل بشه و امیدوارن که از این را یه پولی گیرشون بیاد. همزمان این خیزشی که برداشته بودن برای مصالحه با سعودی ها ظاهراً به جای زیادی جلو نرفته، چون در درجه اول سعودی ها خروج اینا را از یمن و دست برداشتن از لبنان و از اینکه لبنان رو به فلاکت کشوندن دو تا شرط اصلیه. در مورد طالبانم انتخاب آقای حسن کاظمی قومی، مردی که اون پرونده سیاه رو در عراق داره، به عنوان نماینده ویژه آقای رئیسی سوال برانگیزه. میره و دیدیم که چه دست در آغوش و چطورم خبرگزار رژیم بلبل زبانی میکرد و از گفتگوها میکن. شما به طور کلی در عرصه سیاست خارجی نظام آیا شاهد تحولی هستی؟ آیا واقعا نظام دست از اون سیاست دشمن ایجاد کردن و دشمن طلبی برداشته و دنبال آشتیه؟ آیا اینو میتونی حس کنی یا میبینی که آقای امیر عبداللهیان مرد مصالحه و آشتی است؟ از این قراردادهای و تفاهم نامه های روی کاغذ جمهوری اسلامی 40 سال داره مینویسه. کدومش میخواد حالا اجرایی بشه و کی میخواد اجرایی بشه ما نمیدونیم. میزان کلن این چند سالی 10 اخیر هم رشد اقتصادی منفی بوده، هم میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران میگن به 1 میلیارد هم نرسیده. حالا میان بحث داستان جاده ابریشم هست، الان هم این داستان این جاده با ترکیه. ولی مگر ترکیه یا کشورهای عربی میتوانن در یک کشوری که زیر تحریمه، توی FATF نیست و در یک سیاست منطقه‌ای ماجراجویانه و تهاجمی قرار داره، مگر میاد یه همچین سرمایه گذاری رو بکنه؟ حالا اینا طرح‌های شاید فکر میکنن در آینده نظام دچار یک دگردیسی بشه، استحاله‌ای بشه
در آینده نظام هم تبدیل به این نظام متعارف بشه. ولی در کوتاه مدت و در میان مدت هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. اینقدر اوضاع خراب شده که طالبان هم دیگه به جمهوری اسلامی جالبه، میگن آقا شما چرا دولت وحدت ملی نمیذارید؟ میگه شما تالا گذاشتی شما یه وزیر سنی دارید که ما یه وزیر شیعه بذاریم. میگن چرا مثلا از زنان نزجا؟ میگه شما خودتون وزیر خانم دارید مثلا یا سفیر خانم دارید. یعنی طالبان، ما دیدم جمهوری اسلامی داریم در برابر طالبان هم کم میاره به یک نوعی. رابطشون هم با طالبان اینه که فعلا میگن چون اینا الحمدلله رب العالمین امریکا رفت از اونجا و این پیروزی اسلام بر کفر، یه نگاه خیلی ابلهانه و تقلیل گرایانه ای دارن که بازان این جریانی که به اسم طالبان اونجا هست، اگر اون جریان خطرناکش، اگر این روابط منطقی تنش آمیزی که شما دارید، اگر اونجا را حتی شایعه هم هست، من نمیدونم این شایعات چقدر درسته، که میگن نیروهای امریکایی مستشارهای نظامیشون برخیشون در افغانستان مخفیانه موندن دارن اون سلاح‌ها رو آموزش میدن به طالبان. بله. اگر این گونه باشد در یک شرایطی که کنفرانس وین و مذاکرات برجام بکشه رو هوا، اسرائیل که تا بیخ مرز اومد، بیخ همه مرزهای آبی ما اومد، بالای شمال ما هم اومده، از این برم یه بمبی مثل طالبان مونده کنار گوش ما. ببینید شما تو یارگیری های منطقه خودشون بزرگترین تضاد تاریخی عرب اسرائیل و الحمدلله جمهوری اسلامی حل کرد. بله. این رو نمیفهم که عرب اسرائیل با هم متحد شدن علیه ایران، شد تضاد عرب اسرائیل علیه ایران. بعد یه متحدی مثل طالبان مثلا بگن خب اینا ضد امریکایی هن، اینها به هر حال هرچی باشن به یک نوعی دنبال امارت اسلامی هستن، و به اینجا رسیده که طالبان یقه گیری میکنه با ما، یعنی با جمهوری اسلامی، که ما به هر حال شما کارهایی که دارید میکنید اینش کپی شما داریم این کارا رو میکنید. هر تقدیر من به هر تقدیر فکر نمی کنم در اگر مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی به طور بنیادین و استراتژی، نه این سیاست های تاکتیکی که تا حالا داشتن، فعلا برن دوز غنی سازی رو بالا ببرن، به غنی سازی فعلی برسن، برن اون برگا رو بذارن سر میز و بعد بیان یک شرایطی رو مطرح میکنن که امریکا کل تحریم ها رو برگردونه، تعهدم بایدن بده که دیگه از برجام خارج نشه رئیس جمهور بعدی، یعنی یا باید انقلاب در ایران بشه یا باید در امریکا بشه. بله شو در امریکا امکان ندارم. یعنی این شروطی رو که همین آقای کنی و آقای امیر عبداللهیان مطرح میکنه، این شروط برای مذاکره نکردنه به نظر من، و این مسئله ما نمیدونیم به کجا میخواد ختم بشه، و این یه نگرانی هم برای جامعه ایران، جامعه مدنی، هم برای به هر حال سرمایه گذاران خود ایرانی، حالا من خارجیشو کار ندارن، که نمیدونن واقعا باید چه کار بکنن، چه اتفاقی قراره بیفته. اینه که زیاد آیه نوریزاده زیاد دلخوش به این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و بله ایرانی بذات باشه که حتی از آسیای میانه به دریای عمان خط ترانزیتی نفتشو بکشه، چیزی که از دست رفت، و این خط یعنی مزیت ایران در این چهارراه خاورمیانه به عنوان یک چهارراهی که ایران ما هست، ما از همین مزیت‌های ترانزیتی هم استفاده می‌کردیم، صدها میلیارد دلار سود خالص میومد این کشور. الان به یه جایی رسید آقای امیر عبداللهیان بعد التماس می‌کنه میگه حالا امریکا برای راست‌آزمایی 10 میلیارد دلار ما آزاد بکنه. والا به عنوان یه ایرانی آدم شرمش میشه. دقیقاً این حرف خودت رو، این حرف خودت رو دو سه جا به نقل از خودت بازگو کردم که چه فرصت‌هایی اگه یاد باشه حتی بعد از برجام چه شرکت هایی ریختن ایران. من یادم نخست وزیر اتریش میاد با 100 نفر، نخست وزیر فرانسه، نخست وزیر آلمان، یعنی حالا آلمان که نیومد معاونش اومد، ولی منظورم اینه جهان به سوی ایران پر گشود و اینا لیاقتش رو نداشتن که بعد رفتن دوباره سر غنی سازی 60%. سوال اینه برای کار نیروگاه بوشهر 3.5% کافیه. هر کشوری که دنبال بالاتر از این میره، برای مال امیرآباد هم 7%، تازه اونم ایران خرید میکنه از روسیه میگیره، کسی که میگه 20% و 60% یعنی دنبال بمب هسته‌ایه. حالا باید ببینیم آقای گروسی میاد ایران
چه خواهد کرد، مذاکرات به کجا میرسه، چون او هم خیلی ناامیده. و بعد ببینیم حالا آمریکایی‌ها چه کار میکنه. خب عزیزم بگذار تا فرصت هست من راجع به چند نکته دیگه ازت سوال کنم. آقای قالیباف نگران از این که اذان ظهر گفته شده و مجلس مشغول اداره امور بوده، از مردم پوزش خواستن. آیا برای مردم دردیشون دوا بشه مهمه یا اینکه سر ساعت اذان نماز بخونن؟ من یادم تمام آخوندا، هم کسی هم که دوست پدرم بودن، ناهار رو میخوردن، بعد از همه پامشن نماز و رأس رو میخوندن. کسی سر موقع اذان، مگه تو مدینه النبی یا توی مکه هستیم که اذان میگن همه واسه نماز بخون؟ این ادای قالیباف رو شما چی میدونی؟ به چه دلیل این آقایی که میخواستیم موقع رضاخان اسلامی بشه؟ خب یه آدم فاسد، یک آدم نظامی و یک گنجینه یا گنج قارونی که در شهرداری اونجا بلعید، الان هم در سطح مجلس اومده و یه حکومت ایدئولوژیک، طبعا این ادبیات رو میطلبه که یکی بیاد بگه آقا من عذرخواهی میکنم از من. پدر بیام از کی عذرخواهی میکنی؟ شما 3000 تا مسجد، ما نهایتاً 3000 تا نزدیک 3200 تا مسجد در تهران داریم. یه عده فقط پیرمرد خیلی محدود میرن اونجا و مساجد خالی و علمای اسلام هم اونجا نمیدونن با چیکار بکنن. بعد میری به سمت ترکیه، آنکارای لائیک یا سکولار، ازدهام اون جمعیت رو میبینن. علت این که اینها اجازه نمیدن اهل سنت در تهران مسجد داشته باشن همینی که اینها به شدت خب مسلم نماز حمله میبرن و آبروی تشیع رو میبرن، آبروی تشیع حکومتی رو من دارم عرض میکنم. بله، هیچ وقت به این فکر نکرده بودم. آفرین، خیلی حرف جالبی. بله، اینا آبرو اجازه نمیدن به دلیل اینکه اونا دست، ببینید در خود تهران 700 تا اهل سنت هست، در شورای شهر گذشته که کاندید شدن سه تاشون و از فیلتر در اومدن، دستگاه امنیتی احضارشون کردن، گفتن آقا شما حق ندارید. به خود تیم آقای عارف و روحانی و اینا هم تذکر دادن که اینها رو تو لیست نباید ببینید، به دلیل اینکه اینها رأی می آوردن. همین جوری که آقای ستندای زرتشتی در یزد رأی آورد و شورای نگهبان رفتند، اینا رأی می آوردن، رأیشون هم به شدت تشکیلاتی و به شدت همبستگی مذهبی و قومی خودشون رو داشتن، اجازه ندادن. خب حالا من موندم تو این، تو آنکارایی که 35000 مسجد داره، ام القرای اسلام که تشیع اینجاست، میگن ام القرا دنبال تمدن اسلامی، 3200 داری، فکر نمی کنم شبش یا صبحش یا زورش به 20000 نفر تو بس 20000 نفر هم بابر من آمارا رو نمی، فکر نمی کنم حد اقلش ممکنه مثلا 10-15000 نفر بره. حالا آقای قالیباف، این سردار سپاهی، نگران اینه و باید عذرخواهی بکنه از مردم. این عذرخواهی باید شامل خیلی چیزا بشه. اگه قراره بر صندلی اتهام یه روزی بنشینی، آقای قالیباف به قدری پروندت سنگینه، به قدری فسادت سنگینه، به قدری به این سیستم و بخش نظامیش حال دادی، امتیاز دادی که یکی اینا رو باید در یک دادگاه مردمی تو جواب بدی. الان تو نگران دین مردم هستی. خدا رحمت کنه آقای مهندس صحابی میگفت اسلام دیگر عامل وحدت ایران نیست. آدمی که تمام عمرش مذهبی بوده، درسته، اسلام محور اتحاد ملت و وحدت ارضی هم حتی دیگر نیست. اسلام خدا آوردش، خدا هم حفظش کنه. ما باید ایران رو بچسبیم، ما باید منافع ایران رو بچسبیم، منافع ملی ایران رو بچسبیم. یک کسی این حرف رو میزنه که به تأثیر از استاد خودش آقای بازرگان، که برحال اونم یک نوعی منادی اسلام سیاسی بود، در آخرین سخنرانیش آقا قرآن، خدا، پیامبر، قیامت فقط برای آخرته، این دنیا باید علم بسازه، این دنیا دانش میخواد، این دنیا تو رو با علم دانش توسعه بود. جناب واسوی، همین حرفو که شما میگید، اون مرحوم که من همیشه دوستش داشتم، بهشم ارادت دارم، اینقدر شجاعت داشت که همه اینا رو گفت، یعنی وصیت‌نامه سیاسیش بود. آخرین باری هم که باهاش صحبت کردم، علی رغم اینکه
ایشون یه بار دیگه به خاطر نامه‌ای که برای من فرستاده بود به اون مرد بزرگ تذکر داده بودن، در آخری صحبتی هم که باشون داشتم که پیامی فرستادم بدم به عرفات برای کشته شدن ابو جهاد، ایشون دوباره تأکید کردن فرزندان من یادتون باشه ایران اول ایران آخر، قرآن و همه اینا برای آخرتمونه، هر کس تو خونش برای خودش. حالا آقای آصفی عزیز، اینا اومدن مملکت رو میلیتاریزه کردن، یعنی عملا آرزویی که سپاه داشت تحقق پیدا کرده. همشون تمام استاندارا، وزیر کشور که این آقای احمد وحیدی چه پرونده سیاه خونی میداره. چی دیگه میخوان؟ یک بی سواد رئیس جمهوری، بقیه هم نظامیایی که سوادشون کم و بیش مثل همونه. چه هدفی است؟ مملکت میلیتاریزه شد، خود آخوندها تحملش رو دارن. خب سیر طبیعی جمهوری اسلامی باید به همینجا میرسید، در سیر استحاله به اون آمالی که داشت باید به همین وضعیت یک دست میرسید. ببینید بحث چون سپاه مطرحه، سپاه سه تا عمل کرد در سه دوره داشته. در دوره جنگ، این رو آمارها رو ما داریم آقای نوریزاده، در زمان اون دو سالی که خرمشهر آزاد شد و همه میلیون گفتن دیگه ببندید، اصلا نباید جنگ میشد، میتونستن جلوی جنگ رو. در دوره فتح خرمشهر گفتن آقا دیگه بسته، 10% ما کشته دادیم. 6 سال که جنگ ادامه پیدا کرد، 90% کشته ها و تخریب ها و 1 میلیون چیز تو اون 6 ساله بوده. این عمل کردش در حوزه جنگ. در حوزه ای که دوره آقای احمدی نژاد بود و به هر حال اینا مجددن یک که بیان به صحنه و خب امتیازهای بزرگی رو گرفتن، بسیاری از این سردارهایی که الان هم تو دولت رئیسی هستن و مدیران اونجا بودن. منتها اون موقع دوره جیک جیک مستان بود و دلار بشکه 100 دلار بود نفت. الان که زمستانه و زمستان اقتصادیه. خب اون دوره که دوره موفقی نبود و نهایت عمر دولت آقای احمدی نژاد، این رو باز خود آقای عباس عبدی در یک جا هم در آورد بود، ما هم در آورد بود، گفت 15,000 تا شغل درست شد. یعنی این 800 میلیارد دلاری یا 1,000 میلیارد دلاری که وارد کشور شد، 15,000 پارکبان و مثلا مشاغلی در این دست انجام شد. باقیش که نزدیک 200 خورده رفت در یک خزانه ای که از خزانه رسمی جداست، ما باقیش هم خرج پولباشی و حالا یه سری اون عیالواری که جمهوری اسلامی در منطقه داده به قول معروف رفت. در این دوره اتفاقی که افتاده دیگه، اون بخش نظامی امنیتی که گرد هستی سخت قدرته و دولت پنهان بوده آمده به صحنه. و در یک دوره‌ای که در این دوره که هم توی شورای عالی امنیت ملی دست بالا رو داشتن، هم در سپاه مثلا سارالله، سپاه حضرت رسول، به اینم قناعت نکردن، اومدن یه وزیر کشور سپاهی هم گذاشتن. ده ها استاندار هم میخوان، یا چندین استاندار تو استانهای استراتژیک هم چیز سپاهی بذارن. صرفاً و صرفاً وحشتیه که از خیزش مردم و جنبش مردم دارن. آقای نوریزاده، وضع به یه جایی رسیده، منی که کاری نیستم، یعنی تشکیلاتی ندارم، ادعای رهبری که برخی ها میکنن ماشاءالله و ماشاءالله خب اینقدر زیاد شده که همه میخوان رهبر آینده بشن تو ایران، یه فراخوان بدم بگم فردا در میدون انقلاب مردم جمع بشن، در کانال تلگرامی خودم هم بخوام بدم، اینا از همون شب میرن اون منطقه رو میگیرن. نه اینکه من پایگاهی دارم یا نفوذ، نه، وحشت، فوبیا، زهر ترک. ممنونم ازت، وقتمون تموم شد و بدون پایان از وحشت آغاز میشه. درود به دوست عزیزمون حمید آصفی، روزنامه نگار، تحلیلگر و انسانی که هیچ وقت من ندیدم حرفای مبالغه آمیز یا زائدی بزنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشت.
علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه پروردگار.